بله الهی خیر نبینی ای ستمگر که قلب شیشه ایم شده مثل سنگ و غیره. این رو البته من نمیگم، این رو رامش گفت و شما الان شنیدید. باز برای اینکه به ما تلفن نکنید بگید که این آهنگا رو شما از کجا آوردید که ما در تهران دیدیم و در تهران تهیه شده. این آهنگ که شما شنیدید در حدود 30 ثانیه پیش در همینجا تهیه شد. البته آهنگش قبلا تهیه شده ولی نوار تلویزیونیش همین الان تهیه شد با حضور خود خانم رامش. البته دوست ندارم بگیم خانم رامش و حضور رامش عزیز که اینجاست. خب من فکر کنم که رامش یا به قول دوستان آذر، شما با دوستانتون در جام جمع که تلفن میکردن میگفتن چرا خواننده جدید نمیان که یه دامده بودن، شاید شما رو باز به عنوان خواننده خیلی خیلی جدید جام جمع معرفی بکنیم و این شما و این دوستانتون در منزل که منتظرتونه. چی باید بگم؟ من میدونستم مصاحبه با آذر همیشه در تهران هم مشکل بوده. اولا این آهنگی رو که خوندید معرفی کنید. آهنگی بود به اسم منتظر که شعر و آهنگش از ساخته خودمه. از خودتون؟ بله. چرا تعجب می‌کنی؟ نه جدی، یعنی خودتون نشستی ساختی؟ بله. نشستم و ساختم. بله. شعر و آهنگ از آذر و به نام منتظر. درسته. خب بحث اینه که شما که این روزها لس آنجلس هستید و امشب آمدید، البته چون شب بریم برنامه رو میگیریم و روز داره پخش میشه، آذر عازم لندن که چند ماه هم بره پیش هممیهنان مقیم انگلستان، فرصت خیلی خوبی بود که شما اینجا بیاید و یه خداحافظی مختصر بکنید به این امید که باز برگردید و برنامه مفصل داشته باشید. کار بعدیتون چی هست که نوتر از این باشه؟ فکر میکنم لوی زهرورق باید بپیچیم بیاریم کادویش کنید. بله آهنگ، یکی دو تا آهنگ جدید دارم که باید ضبط کنم. اون به نام گل سرسبدش کدومه؟ یکی به اسم تهرونه، یکی قربت. بله میخوره به خودمون همه دیگه. بله اینا رو ضبط میکنم و انشالله بعد از اینکه برگشتم حتما میارم. بله ببینید شما یه جوری کوتاه جواب میدید که مثل میخواد باشید برید. من فکر کنم سر مفصل‌تر صحبت کنید، چون فقط صدای شما نیست که مردم دوست دارن، بلکه حضور شما، گفتگویی که میکنید باشون و خاطره‌ای که تجدید میشه در ذهنشون، اینا رو مردم دوست دارن. خب گفت سوال کردم چی بگم، شما بگید. من بیشتر بگید این چراغ چی بود شما پلش واسه رو داشتید میخوندید؟ والا من 6 تا شمع نزد داشتم. خب بعد گیر نیاوردم فکر کنم این چراغ در هر حال اینم جوابی که آذر میده. و یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که پاک حواسم پرت شد چه من دیدیو حتما هول شدم. یکی از خصوصیت شما که واقعا خیلی خوبه اینه که شما اغلب ترانه‌ای که میخونید خیلی با احساسه و اغلبشون در یه مایه‌های متفاوتیه. یعنی شما حالا که دیگه ما عادت کردیم به اینجور ترانه از شما، ولی سالهای پیش که ما خیلی کوچک بودیم و شما مثل بزرگ بودیم. نه نه ما هنو به دنیا نیومدم شما کوچیک بودیم. نه سن شما رو که مطرح نمی کنید چون وقت خیلی چیز اینجا فاش میشه. ای بابا. بله موقعی که ما خیلی کوچکتر بودیم و رامش هم خیلی خیلی کوچکتر بود و میخوند و شروع کرده شما به نو خوندن و یک استعاره های قشنگ و یک ترانه احساسی خیلی خوب میخوندید. مثلا هم یادمه که کوچه های کوچه ها یادتونه؟ بله. میخونید الان؟ نه. بله آذر رو باز امیدواریم که در جام جم ببینیم و جام جم تلویزیونی است که تا حالا تونسته بهترین های ایران رو معرفی بکنه. تا به حال شاهد چهره های بسیار درخشان موسیقی ایران در این تلویزیون بودید و امروز نوبت رامش بود یا آذر که دوستاش صدا میکنن. اجازه ندید که ما هم آذر صدا کنیم. خواهش میکنم. به این امید که شما برید انگلیس و لندن و بخونید و اونجا هم گل کنید و زودتر برگردید و باز چند ماه دیگه که اینجا هستید با هم یه برنامه داشته باشید. حتما. به هر حال خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد که منم در برنامه جام جم شرکت کنم و خداحافظی کنم از بینندگان عزیز جام جم برای مدت کوتاهی تا برم برگردم با شما. شما هم ناز کنید دیگه اون دفعه دعوت کنم. بمونه با
غم زندگی رو